تو میکنه. اعلامیه رو از زیر بالای در حیاط میندازین توی خونه. و اگه اتفاق چیزی افتاد فرار میکنه. این دستخط کیمیا نیست؟ چرا؟ خب دستگاه تایپ خراب بود، دادم کیمیا نوشت. تو چیکار کردی نرگس خانم؟ همه اینا رو جمع کن، اینا یه دونش هم نباید بره بیرون. بگی جمعش کن. تو یه بار با خودت فکر نکردی چرا ما همه اعلامیه ها رو تایپ میکنیم؟ کی اینا انداخت تو خونه ما؟ گفتم کی اینا انداخت تو خونه ما؟ کار کی بود؟ گفتم کار کی بود اینا انداخت تو خونه ما؟ تو نشونی مشفقو ندادی؟ عزیز من، کاری که بعد تو میکردی نکردی فرخ. خب معلومه که من نمیکنم. من میدونم اون چه حیوانیه، میخواد چه بلایی سرش بیاره. شانس آورده بلا بیشتر از این سرش نیوردن. من هر کاری لازم باشه میکنم برای اینکه پسرم ببینم. حرف آخرت همینه؟ آره. دست اونجوری میخوای چی کار تو؟ میخوام برم برشون دارم دیگه. گوشی وسط خونه مردم. بگو کجاست؟ بله. ببینم اون چیه تو کلاس آره؟ ببینم چی گذاشتی اونجا؟ فکر کنم دانش آموزای این مدرسه به جای درس و مشق دنبال خرابکاری هن. اسمش؟ نمیدونم. نمیدونید؟ جالبه. بذارید بقیهش خودم میبرم. دست شما درده. بفرم. حواست باش ها، اون موقع احساس خطر کردی سریع بنداز به بیما. بله. این آقای همسایه جدیدتونه؟ آره، مثل این که مستجر جدید آقای منصوریه. یه ذره مشکوک نمیزنه؟ سلام کیمیا خانم، چه اتفاقی افتاده؟ چرا مدرسه نرفتی؟ ماما همه تو خونه؟ بله خونه. چرا رنگت پریده؟ چرا اینجوری میکنی؟ نمیشه برم یقی بشه ماما تو؟ بله بفرمی. معصومه خانم، معصومه خانم، معصومه خانم. بله. معصومه خانم سلام. سلام. سلام عزیزم. کیمیا چی شده؟ اینجا چی کار میکنی؟ مگه نباید مدرسه باشی؟ من اعلامیه‌ها دستم بود. دو تا مأمور من دیدن تغییر کردن، دادن در مدرسه. اعلامیه‌ها دست شما چی کار میکرد؟ اعلامیه‌ها آخه پیمان یه اتفاقاتی افتاد که اصلا اینا اومدن دادن مدرسه من. یعنی رفتن تو فهمیدن که مدرسه من کجاست. وایسا ببینم، همون اعلامیه‌هایی که با دست خط خودت بود؟ بله همونو. حالا چی میشه؟ ببینم حالا چی میشه؟ ببینم مدرسه که نرفتی. رفتی؟ نه دیگه، من دیدم نرفتن تو، من ترسیدم. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. کار خوبی کردی. ببینم مامانت کجاست؟ مامانم؟ تو خدا معصومه خانم، من نمیخوام مامان بفهمه. باشه باشه عزیزم، نگران نباش، قربونت برم. چیزی نشد که هیچی هیچی، تو اصلا نگران نباش. بریم تو اولی آب چیزی بخور. نگران نباش، قربونت برم. مدرسه من اصلا نفهمیدم اینا یه از کجا سر و کلهشون بیداشون. یه قلعه هستی تو دکترم، رنگت پریده. ببخشید. یعنی الان دیگه مدیر و ناظم و همه متوجه غیبت شما شدن. دوتا ساواکی هم بلنشن برن اونجا. خب میفهمن دیگه، حرف بزنن. راست میگه، باید یه کاری بکنیم. منظورم اینه که اصلا نباید غیبت کنه، اصلا نمیشه، باید بره. باید چی کار کنیم؟ تو بگو چی کار کنیم. میگم ما بلنشیم بریم سر اونجا. باشه، ولی بریم چی بگیم؟ به یه بهونه ای دیگه بریم. یه خبری میخوایم که نرگس شما مگه خالش نیستی؟ بلند میشیم اونجا از درس و مشقش بپرسیم، یه خبری هم میگیریم. راست میگه کیمیا جان، اصلا نگران نباش، ما زود برمیگردیم. من برم آماده بشم. زود باش مانه. شرمنده آقا پیمان، ببخشید. خواهش میکنم، اینجا کتاب همه چیز هست، خودتون مشغول کنید. خب آن چیز داریم مثلا جات؟ پیمان جان، کاغذ و دوات و همه چی داریم. پاشو مامان. شما هم که خطتون ماشاءالله خوبه. کیمیا جان اصلا نگران هیچی نباش، اینجا خونه خودت، راحت باش. تو آشپز تو یخچال همه چی هست، ما زود برمیگردیم. قربونت برم. خداحافظ. خداحافظ. آب شده رفته تو زمین. خوب نگاه کردی؟ چند بار میگی دیدم نبود دیگه. مرکز اعلام، تکثیر اعلامیه خود با این ریخته به ازش. چیکار کنیم بابا؟ بیکار شدیم با این همکار. چه بیکار؟ ما
بابا جان من همینجا منتظر میمونم، شما برو تو خیلی آروم، اول برو ببین چه اتفاق افتاده، بعدم ببین موضع مدیر مدرسه چیه. باشه مامان. باشه مامان. باشه همینجا وایسادم. باباش نظامیه، یادم نمیاد دیده باشمش. فکر میکنم مادرش برای ثبت نامش اومده بود. آره فکر میکنم. آره بفرمایید. سلام خانم محمدی. سلام، بفرمایید. سلام خانم، بفرمایید. خسته نباشیم. ببخشید من نمیدونم چطوری بگم، کیمیا پارسا دانش آموز شماست، براش مشکلی پیش اومد نتونست بیاد مدرسه. بله دو سه ساعتی هست ما رو گرفتار خودش کرده. قیافتون برام آشناست، خودتون رو معرفی نکردید. ببخشید فراموش کردم، من همسایه‌شونم نکونام، ضمناً خاله یه نرگس گلفام هم هستم، دانش آموز خودتونه، یکی دو بارم خدمت رسیدم. بله درسته، بفرمایید بشینید. ممنون. خب از کیمیا پارسا بگید. عرض کردم خدمتتون، همسایه‌شونم، راستش مادرش خونه نبود، من به جاش اومدم. البته در جریان مشکلی که براش پیش اومده هستم. پس میدونید که مامورای ساواک در به در دنبالش میگردن؟ نه یعنی اومدم همین ازتون بپرسم، اونا اومدن اینجا پیش شما؟ بله خانم، دو تا ساواکی که از دستش خیلی عصبانی بودن. خب بچه ها این دور زمونه همینطوری هن دیگه، احساساتی هن و یه خورده هم بیفکر، اصلا حواسشون نیست، اگه یه جای اعلامیه چیزی پیدا میکنن نباید با خودشون این بر اون بر ببرن. اعلامیه پیدا میکنن؟ شما که گفته در جریانید خانم، میدونید چی تو دست مامورای ساواک بود؟ حداقل 30-40 تا اعلامیه، اونم به دستخط خود کیمیا. خب حالا چی میشه؟ منظورم اینه که شما چی گفتین به مامورا؟ هیچی، یه دروغ بزرگ که فردا ممکنه برملا بشه. گفتم شاگرد این مدرسه نیست. شما خیلی کار بزرگی کردین خانم محمدی. چی کار میتونستم بکنم خانم؟ یه لحظه فکر کردم اگه کیمیا رو بگیرن چه بلایی سرش میارن. مسلماً اگه کیمیا هم بفهمه خیلی خوشحال میشه، تا ابد مدیون شماست. ایشون سابقه 20 و چند سالشون رو به خاطر کیمیا به خطر انداختن. ولی شما نگران نباشین، ایشالا هیچ مشکلی پیش نمیاد. اونا هم که از کیمیا هیچ اسم مشخصاتی ندارن. اون اعلامیه ها از هر اسم مشخصاتی بالاتره، اونا به خط خود کیمیاست خانم. ببینم الان خودش کجاست. راستش خیلی ترسیده بود، واسه همین منو فرستاد که باهاتون مشورت کنم. امروز رو غیبت کرد، فردا میخواد چیکار کنه؟ خب منم واسه همین اومدم خدمت شما که بگید چیکار کنه. البته یه خواهش دیگه هم داشت، این که به خانواده‌اش چیزی نگید. نرگس میگفت ظاهراً کیمیا شاگرد اول مدرسه شماست، خیلی هم ازش راضی، این درسته؟ بله، دانش آموز نمونه است، نماینده تمام دانش آموز است. تازه هرچی خط و شعار شعری روی در و دیوار مدرسه میبینید به خط اونه، اما متاسفانه با این بیفکری که کرده هم خودش رو به خطر انداخته هم موقعیت مدرسه. وظیفم حکم میکنه به خانوادش اطلاع بدم. نه خانم محمدی این کارو نکنید، اینجوری وضعیت کیمیا بدتر میشه. شما که پدرشو میشناسید، اون یه نظامیه، شدیداً هم نگران اینجور فعالیتاست. من میترسم برای کیمیا مشکلی پیش بیاد، حداقل باید مادرشو در جریان بذارم. بسیار خوب، پس اجازه بدید این کارو خودم انجام بدم. لطفاً. کجا خانم؟ میخواستم برم پیش آقای رئیس. همین الان پیشت های شما رفتم بیرون، فکر میکنم چند روز دیگه برگردم.
نشونه ای چیزی دارین ازشون؟ نه خیلی ندارم. چیکارش دارین؟ بگم برم واسه کار. کارگر نمیخوام. بفرمایی خانم، بفرما. خلاصه کیمیا جان، اون مدیری که من دیدم و باهاش صحبت کردم هیچ جای نگرانی نداره. این واقعا مشکلی نیست. فقط یه چند روزی باید بیشتر مراقب باشین. البته اونا ظاهرا غیر از دستخط شما هیچ رد دیگه ای ندارن. نگران نباشین. خیلی ممنون. نمیدونم واقعا چجوری تشکر کنم. کاری نکردم عزیزم. من پس برم خونه دیگه با اجازهت. باش پیشم. خیلی ممنون. خیلی زحمت دادم. فقط معصومه خانم جان خدا من مامانم حواسم هست. نگران نباش. خیلی ممنون. ببخشید. خیلی ممنون. زحمت کشیدین. خداحافظ. خداحافظ. کیمیا خانم ببخش یه لحظه. معذرت میخوام. خواستم بگم این مشکلی که پیش اومده به خاطر بی‌احتیاطی نرگس بوده. من عذرخواهی میکنم. بازم اگر یه همچین مشکلی پیش اومد زودتر به من بگی تا من بتونم حلش کنم. چشمی ممنون. خواهش میکنم. یه سوال دیگه در مورد اون دوست پدرتون آقای شهرام کانفر. شهرام کانفر از فامیلای دورمونه. آشناهای دورمونه. خب چه دیگه همارم به نرگس گفتم بهتون نگفت؟ چرا میدونم ولی میخوام بدونم مطمئنین این آدم نظامیه؟ نظامی که نمیدونم. من هیچ وقت تو لباس نظامی ندیدمش. با خانوادهش چی ارتباطی ندارین؟ نه نداریم. پدرتون اون با خانوادهش هیچ ارتباطی نداره؟ فکر نمی کنم چون مامانم اصلا از خوشش نمیاد. فکر نمی کنم با مامان باشون رابطه داشته باشه. ببخشید میتونم بپرسم چرا؟ البته معذرت میخوام. به هر حال ما داریم یه فعالیتایی با هم انجام میدیم دیگه. خودتون شریکین. بیشتر باید مراقب باشین. خب من یه پسرامه دارم اسمش بیژنه. یه چند سالیه که زندانی سیاسیه. بیژن عمه من میگه که زندانی شدن بیژن تقصیر آقا شهرام. نمیفهمم چه ارتباطی داره شهرام با پسرمتون بیژن. آخه شهرام میشه اصلا عموی ناتنی همین بیژن که با ما فامیل میشه. حالا بابای من میگه که اصلا بیژن قرار بوده اعدام بشه. شهرام نذاشته که اعدام بشه. حالا دیگه نمیدونم. من فکر میکنم کلا شهرام آدم پرنفوذی توی دستگاه و ایناست. چیز خاصی نیست. به هر حال خیلی ممنون. زحمت کشیدین. خواهش کنم ببخشید. بیشتر مواظب باشین. خیلی ممنون. چشم باشید. خدا حافظ. آقا با کی کار داری؟ با شما کار نرم آقای کانفه. پس چرا در خونه ما رو میزنی؟ یه بسته دارم. آدرس اینجا رو دادن چون مسخره. پس آدرس اینجا رو داده؟ نه آقا یه مدت آواره بود بنده پناهش دادن. خب نمیدونم چرا پس آدرس اینجا رو دادن. آدرس خونه خودشون ندادن چرا؟ آقا میترسه. میترسه. میفهمین میترسه. میترسه از... بله خونه زندگیشو ول کرده به امان خدا. ای بابا خب به من چه خانم آدرس خونه شو بدی من این بستر بنازم برای خودش. مشکل من نیست که بخواست آدرس خونه یه بیست صاحبش. آدرس خودش رو بدی.
سلام. سلام. خوبیده؟ شکر. بچه محلی شما؟ آره. این بابا رو میشناسی؟ آره. دیگه نمیاد این بری؟ برگرده بچه های محلی پذیرایی حسابی ازش میکنه. ای بابا چرا؟ چراش اینجا نوشتیم؟ این نخوندی؟ اون سواکیه؟ آره. آره. یه زندونی تو آزاد شده شناسایش کرده به همه خبر داد. دمت گرم. دمت گرم. بس ببینم. مال محل نیستی؟ اینجا اومدی چیکار؟ هیچی. دنبال خونه میگشتم یک این بونگایی سر کوچه تو آدرس اینجا رو داد. ولی خب با این وضعیت احتمالا باید دنبال یه جا دیگه باشه. آره دنبال یه جا دیگه باش. آره دمت گرم. باش. پیمان سلام. سلام. دفترشو پیدا کردم. خب با چند تا کارمند به اسم شرکت بازرگانی کار میکنه. اما پوششیه سابقیه. سعدسم درست بود. یکی از شکنجگرهای معروف سابقه واسه مستار بهروزی. کار درست تو کردی. خانوم تو فرستادی اون برا دیگه خیالت راحته. تا خودم هم نرم خیالم راحت نمیشه. فکر میکنی این اوضاع به کجا میکشه؟ آزادی مطبوعات و زندانیان، فضای باز سیاسی، همزمان سرکوب بیشتر. اگه جواب نداد چی؟ الان مردم جز سرنگونی رژیم و شاه به چیزی رضایت نمیدن. آخرین برگ کودتاست. یه کودتای نظامی. اون وقت این وسط جای ما کجاست؟ بالای چوبه دار ته قبرستون. چی میگی؟ رژیم حاضر صد تا از ما رو قربانی کنه تا آتش مردم بخوابه. مردم خون میخوان. خون. تو نقشت چیه؟ فرار؟ من یه سرباز وفادارم. مسخره است. با این چیزایی که داری میگی الان تو هم باید اون ورا آب باشی. ولی موندی اینجا و به کارت ادامه میدی. راستی از اون رفیقت چه خبر؟ استواره فرخ پارسا. فعلا دارم امتحانش میکنم. تا الان هم خوب عمل کرده. شهرام به اینجور آدم ها نمیشه اعتماد کرد. آدم ها وقتی تو مخمصه بیفتن هر کاری ازشون بخواییم انجام میدن. پس قابل اعتماده. ماشاءالله حسابی حال اومدی ها. رنگ رو هم باز شده. ببینه بندمونی که مشکل نداری ها؟ نه همه چی خوب. ساعت هوا خوری بیشتر شده. غذاها چرب و چیرتر شدن. یه چند وقتی هم هست که واسه اون تلویزیون روزنامه آوردم. از آزادی چه خبر؟ روزنامه ها دائم از آزادی زندانی سیاسی تیتر میزنن. از بند ما هم یه چند تایی رو آزاد کردن. خب نفهمید شرایطشون چی بوده؟ یک دوتاشونو که میشناختم دو سه سال حبسشونو کشیده بودن. داشتن ملی کشی میکردن. ملی کشی؟ ملی کشی چیه؟ و عبس اضافه میگن ملی کشی. اینا رو بلش کن دایی. از مادرم چه خبر؟ چند وقت پیش که مادر بود ملاقاتیم حالش اصلا خوب نبود. نگران نباش حالش خوبه. ببینم از اینا که آزاد شدن خبری هم داری؟ چه خبری دایی؟ من که اینجا هم. دایی اینا که آزاد شدن برای هیچ کدومشون اتفاق نیفتاده. چون من یه چیز شنیدم زندانی سیاسی رو به اسم آزادی میبرن بیرون سر به نیستشون میکنن. تو هم چیز شنیدی دایی؟ با تو هم بیشن اگه چیزی شنیدی حرف بزن. من چی شنیدم دایی؟ من که این تو هم یه شایعاتی شنیدم. اصلا شما خودتون که تو دستگاه آدم دارید. پارتیتون هم که خیلی کلوفتی ازشون بپرسید. میخوای بدونی پارتی کلوفت من کیه؟ شهرام کامفر. من یه همچی آدمی نمیشناسم.
همه زندگی تو مدیون همون آدمی هستی که نمیشناسیش. من با این عمو هیچ نسبتی ندارم. ایجان اگه از انفرادی آوردن بیرون به لطف همون عموی مهربونته. ببین دایی، من حاضر بودم بازم توی انفرادی بمونم، ولی شما نرید به اون عموی مهربون رو بزنید. آروم باش، آروم باش، یکم به فکر خودت باش، به فکر کارهایی که کردی. میدونی همه رو تو درد سر انداختی؟ میدونی مادر سکته کرده؟ میدونستی؟ معلوم به تو خیلی احتیاج داره. بعد به همه کسیش توی خیلی ممنون که دارید به این روحیه میدیم. روحیه چی احمق؟ روحیه بدم که چی بشه؟ که میخوای سر مغازه انقلابیت بمونی؟ میخوای حبس طولانی مدت داشته باشی؟ میخوای قهرمان بشی که چی بشه؟ دایی من میدونم دارم چی کار میکنم. من فقط خواهش میکنم بری سراغ شهرام، بهش بگی دست از سر من برداره، من محبت اونو نمیخوام. بدبخت به تو چی کار کرده میشم؟ شما نمیدونی؟ شما که خودتون ازش خواستین. من چی خواستم؟ من چه حرفی زدم؟ از وقتی که اومدم تو بند عمومی، یک دو تا از این افسران مدام دور و برم میپلکن. دایی رفتارشون مشکوکه. دایی قربونت برم، انقدر بدبین نباش. شاید همین شهر اون کنفرانس سفارش کرده که حواست داشته باشن. سفارش کرده؟ دایی از قول من بهش بگو، من وقتی آزاد بشم اولین کاری که میکنم یه اسلحه میگیرم میرم سر وقت خودش. فشاری مزخرفات چیه داری میگی؟ تو کی میخوای سر عقل بیا بچه؟ دایی کاری نداری، این خدافز بشین. دایی من هم چیزایی که شما میگی تو شنیدم. آره شنیدم. خبر دارم بعضی از کسایی که از زندان آزاد شدن بعد از آزادیشون سر به نیست شدن، کسی هم ازشون خبر نداره. ممکنه همین آقا شهرام شما هم این لطف در حق من بکنه. دایی رایی منو نداری حرانم کن. خداحافظ. وقتمون آقا فرمونه. بیجن دایی بچگی نکن، یکم آروم باش، بذار ببینم چه کاری از دستم برمیاد. دایی نمیخواد زحمت بکشی. یکی از افسران گفت اسم منم تو لیست سیاه. لیست سیاهی چی؟ همه اونایی که قرار سر به نیستشون کنم بعد از آزادی، اسمشون تو لیست سیاه هست. بایی مراقب عزیز باش. خداحافظ. خداحافظ. سلام. سلام. چرا اینقدر زود اومدی از مدرسه؟ خسته نباشی. چه خبر بود مدرسه؟ هیچی. سلامتی. شما رفته بودین دنبال پسر زندانی؟ خیلی من. آره. سلام آقا امین. چطوری بابا؟ خسته نباشی. سلام خوبان جان، خوبی بابا جان. بابا جان این سمیه نفتتون رو ببر داخل. بزنید داخل نداری لطفا. من بذارم. قم نمیشه. باش. یا علی. مامان یه نقا از سلام اومده. امین من تو یکی دو ساعت دیگه تکلیف هم انجام میدم میام بیرون. خب کیوان یه دقیقه بیا. خب بیا تو. بیا کارت دارم کیوان. چیه؟ چه امزه خفه کردی؟ فکر میکنم از این به بعد بشینی پای درسمون شد خیلی بهتر باشه. چیه؟ چی شده؟ از من میپرسی چی شده؟ ببین کیوان تو کار ما صداقت نباشه همه چیز خراب میشه. منظوره چیه؟ منظورم خیلی هم واضحه. تو دیشب به من دروغ گفتی، همینم خواهر تو تو درد سر انداخت. سلام. چرا دم در وایسادین؟ سلام. حالت خوبه؟ مامانت خوبه؟ بله. آقا اسدالله چند پیت ریختی؟ قابل نداره. دو تا پیت. قابل نداره. بفرما بابا. دست شما در نه. پس اونا رو برده ببر. برای رو چشم. کی میاد؟ کی میاد وایس؟
چی شد که میام؟ اعلامیه ها چی شد؟ سمیشه خیلی خوب بگو چیکار چی کرد؟ چی برشون داشتم؟ برشون داشتی؟ بله. گذاشتشون کجا؟ گذاشتم یه جایی. به تو چه؟ کجا گذاشتیشون؟ یه جایی گذاشتم. چیکار کردی؟ داری به ساواکیا. داری به ساواکیا. فکر نمیدونم الان امین همه چی از چشم من میبینه. به من چه خود تقصیر به تو چه تقصیر من چه تقصیر خودت گفتی از پسش برمیام نه بله برمیام ولی یه کجا برام اومدی کجا برمیام همینجوری سر تو هیچ کاری نکردی گفتم چه خورن فرار کردی که من چک کردم دیگه تقصیر یه باز پیمان جان بله شما بیاید یه بار دیگه برای من بگید از این آدم چی میدونید طبق آخرین اطلاعاتی که داریم شهرام کامفر همون بهروزی ساواک دیگه خب من وقتی به کیمیا گفتم که باباش زن شهرام رو برده فرودگاه از تعجب شاخ در آورد شاید فرخ پنهون از زن و بچهش با این آدم رابطه داره نه یه همچین چیزی امکان نداره این مرتب میره خونه اینا میاد نمیشه که نمیشه اصلا از هویتش خبر نداشته باشه مهری خانم که حتما خبر داره خب اصلا به خاطر همینه که تو خونهشون همیشه سر رفت آمدش جنگ و دعواست. سوال اینه که برای چی میاریم؟ خب جایی نداره بره خونه شناسایی شده. کیمیا میگفت که داره کمک میکنه باباش از کارش استعفا بده. نه. فقط نمیتونه این باشه. اگه بخوایم ما میتونیم اینجا رو هم براش ناهم کنیم. این که کمترین کاریه که میتونیم بکنیم. گفتم که ما هم باید بفهمیم دلیل واقعی رفت آمدش به اینجا چیه. قبل از اونم کسی نباید بفهمه اون چیکار است. چشم. خب شما بکش کنیم نیست. فرخ جان این گلگاف زبونه رو بخوری یکم آروم شی دست درد نکنه نمیتونم خیلی کلافم من الان از پیش فروغ اومدم رفتم یه جوری مجابش کردم که به حرفان گوش کنه بهش گفتم بیجم به زودی آزاد میشه حالش هم خیلی خوبه بی خودی امیدوارش کردم مهری کار دیگه ای مگه میتونستی بکنی؟ من هیچ کاری براشون نکردم میترسم یه بلایی سرشون بیاد بی خود میترسی باز این یارو شهرامه یه چیزی گفته تو نگران شدی این بار فرق میکنه چون بیجن همون حرفای شهرامو میزد این نگرانم میکنه آخه برای رفتن که کاری درست نمیشه بیا بگی بشین اینو بخور یکم فکر نمیتونم حالم بده حالم خوب نیست مهدی یه حالم نمیتونم از فکر بیژن و فروغ در بیام من میدونم الان تو اون کله تو چی داره میگذره بابا فرخ جان چارش این نیست که دوباره به این مرتی که رو بندازی چارش چیه مهدی من تا حالا هر کاری از شهرام خواستم برای بیژن انجام بده ای خدا چرا این شوهر من اینقدر ساده است این کارا در راه خدا برای تو میکنه نه خیر برای خدا نمیکنه ولی مرزی جان تو چرا فکر کردی من اینقدر حالو و ساده ام برای اینکه اون از خدا میخواد که الان تو دوباره بری بهش رو بندازی برای همین خب خانم عقل کن شما الان میگی من باید چیکار کنم هیچی چیکار کنی بسپر به خدا بیژنو بسپر به خدا بر منکرش لعنت خدا برای هر کاری یه وسیله و واسطه ای داره آدم قطعی آخه شهرام کامفر قالتاق بشه واسطه و وسیله خدا نمیخوری پس؟ امین حسین یه لحظه وایسی میخوام با تو صحبت کنم ببین کیوان چیزی که گفتم به نفع خودته ببین میدونم همانم کیمیا اشتباه کردیم ولی حالا که اتفاقی نیفتاده خب ممکنه بیفته نمیفته به خدا قول میدم دیگه اتفاقی نیفته کیوان انقدر بحث نکن به نفع خودت هستن این مدت رو برای ما نپلکی آخه چرا؟ خیلی خوب حرف آخرتونه دیگه آره حرف آخر باشه خدافز کیوان حالا که مجبورم کردی بذار دلیلشو بهت بگم این یارو که میاد خونتون میره شهرام خب میدونی این چی کار هست کیوان یه ساواکیه یکی از بچه های انقلابی ما این شکنجه میداده اصلا همین چند روز پیش یادت رنگی بودن دستت به بابات گفته بود خب خب من برای همه میگم به نفع تیه مدت کار نکنی کیوان
این یارو اصلا معلوم نیست برای چی میاد خونتون، برای چی میره، چی کار داره، اصلا چی میخواد. الان امیدوارم قانع شده باشی دیگه، از ما ناراحت نباش. نه فقط همین، تو مطمئنی؟ خب حالا چرا ماتت برده؟ یعنی تو حدسم نمیزدی؟ نه به نظر من بابات از همه چی خبر داشته. نه فکر نمی کنم. خب بیا بریم. نرگس، آقا پیمان اینا رو بهت گفته؟ آره. کیمیا حواست باشه، تو خونتون حرفی از پیمان نمیزنی. یا من میخوام به مامانم بگم. به نظر من مامان تو همه چیزا میدونه، اصلا علت ناراحتیش از شهرام و رفت آمد به خونتون همینه. نمیدونم. همینجا وایسا، من یه سرگوشی را بدم، خبری از مامورا نبود علامت میدم بیا. سلام. سلام. کجا این پس؟ چی شد؟ از مامورا خبری نیست، ولی خان محمدی گفت کیمیا اومد یه راست بیاد دفتر. چرا؟ نمیدونم. بله خودم میام اداره توضیح میدم. بفرمایید. گفتم خودم میام اداره توضیح میدم. خدا حافظ. سلام. سلام. ببخشید خانم، من میخواستم بخاطر... خوبی؟ بله. بشین ببینم. حتما خیلی ترسیدی. آره خانوادت فهمیدن؟ وای نه خانم، تو رو خدا. همسایه خوبی داری، خیلی به فکرته، اما ممکنه اون مامورا دست بر ندارن و دوباره بیان سراغت. بله من میدونم اشتباه کردم. آره اشتباه کردی، اشتباه بزرگی که ممکنه برات درد سرساز بشه. نه دیگه، من قول میدم تکرار نشه. میدونی چند نفر تو این مدرسه دارن این کارو میکنن؟ ها؟ من متوجه میشم اما به روی خودم نمیارم. میدونی فرق اونا با تو چیه؟ اونا احتیاط میکنن که کسی متوجه کارشون نشه. نوشتن اون اعلامیه ها با دست خط تو اشتباه بود، اونم وقتی همه دستخط تو رو میشناسن. غیبت دیروز تو پاک کردم. هر اتفاقی که افتاد، تو دیروز مدرسه بودی کیمیا، متوجه که هستی؟ تو دیروز مدرسه بودی. اگه یه دفعه دیگه هم جلو راست سبز شدن، همه چیزا این کار میکنی، فهمیدی؟ اونا هیچی جز اون اعلامی ها از تو ندارن. چند وقت هم که بگذر قیافت رو فراموش میکنن. خیلی خوب، میتونی بری سر کلاست. خیلی ممنون. شما چرا اینجا ایستادی؟ برید سر کلاستون ببینم. زود. بچه‌ها برید سر کلاستون، الان معلمتون میاد. سلام. سلام. چی شد؟ خانم محمد چی گفت؟ هیچی دیگه، فکر کنم اخراجم کرد. چی؟ اخراج؟ غیر ممکنه. آره دیگه، فقط بچه‌ها ببخشید، به من گفت کی همراهت بوده، کی گفته این اعلامیه‌ها رو بنویسی، دیگه من مجبور شدم اسم شما رو هم بگم. چیکار کردی کیمیا؟ دیگه می‌خواستی نگی من این اعلامیه‌ها. خیلی بی‌مزه. میگم تو مطمئنی؟ بله.
نگفتم یه ریگی تو کفش این آقا فرخ هست؟ یارو میاد تو خونش راپورت عالی محل ازش بگیره. غیر از اینه به من بگین. ویزیتی چی؟ ویزیتور عزیز من، ویزیتور یعنی بازاریاب. یه دختر دارم که همین زندگی الان به همت اهالی داره میره خونه بخ. به به به، چی از این بهتر؟ ایشالله که خوشبخت بشه. همسایه های محل همشون خوبن، خصوصا این کتاب فروشی، این اسمش آقا نکنه اون میگی مرد آقا بزرگ محله است. چند وقتی هم میبره نشه عبس؟ آخه بند خدا، پسرش چی؟ پسرش توی این کاراست؟ آقا پیمان؟ پسر خیلی خوبیه آقا. چی اسمش؟ فرخ، فرخ پارسون کمک میکنه به اهالی محل؟ آقا فرخ که نظامیه، زیادم با کسی دمخوده میشه. منم چیز بدی ازش ندیدم، خدا برکت بده. نه باشه، اینم خدمتتون. خیلی ممنون. شکر از شما. باقالی آرامش مدت‌ها بود محله ما رو ترک کرده بود، چون مردم این آرامش رو نمی‌خواستن. ولی کسی هم خبر نداشت چی انتظار اهالی محله ما رو می‌کشه. اعتمادی که به سختی تونسته بودیم جلب کنیم دوباره داشت به خطر می‌افتاد. حتی دادن تاوان اشتباه و بی‌احتیاطی که من کرده بودم چیزی از این خطر کم نمی‌کرد. سلام کرم علی. سلام از باز آفه ما با حالی بدم. خسته نباشی. نه نه نه، دیدم داشتی با این تازه وارده حرف میزدی. همین این تازه وارده یه جورایی مثل خودم دورگرده. دورگرده؟ بله. یعنی چی میگفت حالا این دورگرد؟ هیچی، از اهالی محل داشت میپرسید. از اهالی محل میپرسید؟ بله. چی میگفت؟ حرفهای معمولی. آه کرم علی قربونت، با آدم های غریبه یه موقع سفره دلتو با نکنی. آقا بمان، انقدرها دیگه حالی بونه هست میگه. نه اینم اعلام. اینا چی؟ قایمش کن، قایم کن کرم علی. میخواستم بدونی که حواسم هست، مخصوصا حالا که این سواکی پاس به محلی با شده. کدوم سواکیه؟ هنی که تازه گیا مقدم میره خونه اصفاق پارسان. آه این؟ خب خدا رو شد که حواست هست. بله که حواسم هست. تا
وقتی که زنت درباره یه کارات تصمیم میگیره دیگه سراغ من نیا. شما از کی شنیدین شهرام کنفر ساواکه؟ یعنی کی تو این محل میدونه که شهرام کنفر ساواکه؟ مشکل شوهر شما اینه که خواسته های بزرگی داره. بله خانم، سلام. من اومدم با شما صحبت کنم. ولی به خاطر تو هر کاری میکنم. برخلاف فرخ من با هیچ کس رو در وسی ندارم آقای کنفر. چه کسی نشونی اینجا رو به شما داد؟